دنبال الان قاچاقبری هستم که بتونه منو برسونه به آلمان. هیچ کس راضی نیست که اینجا بمونه. نگاه کن وقتی بچه‌مو میارم اینجا، ببین الان داره میگه مامان بیا بریم. چرا؟ چون میترسه. الان میگن که اونم گرفتن متاسفانه، یعنی الان تمام پناهجوها که اینجا هم فقط با این شخص کار میکردن. گیم تاکسی هم هست، کامیون هم هست، ولی خب من دیگه با کامیون مثلا میتونم برم. پولامون هم ته کشید، مجبوریم برگردیم بریم. هیچی به ما نمیده. هیچی. بسیاری تصورات متفاوتی از مهاجرت داشتن و حالا با واقعیت‌ها روبرو شدن. پس از هفته‌ها تحقیق، تماس تلفنی و رد و بدل کردن ایمیل و پیام‌های تلگرامی، بالاخره امروز وقتش رسیده. به صربستان میرم تا با سرنوشت برخی از مهاجرین ایرانی در آنجا آشنا بشم. اونها بارها و بارها به من پیام دادن و از وضعیت بدشون در آنجا خبر دادن. بلگراد، پایتخت صربستان. بیش از 1.2 میلیون نفر اینجا زندگی میکنن. حالا حدود 6 ماهی میشه که هزاران ایرانی نیز به این شهر سفر میکنن. صربستان نامزد عضویت در اتحادیه اروپا است. این کشور جدیداً برای جذب گردشگران و سرمایه گذاران از شهروندان ایران و هند ویزا نمیخواهد. حالا ایرانی های زیادی به بلگراد اومدن، اما نه به قصد گشت و گذار، بلکه برای موندن. اکثراً قصد دارن هر طور که شده خودشون رو به غرب اروپا برسونن. اکثراً میگن میخوان به آلمان برن و اونجا تقاضای پناهندگی کنن. برای حفظ هویتشون نام اکثر اونها رو تغییر میدیم. سهراب 47 سالشه و دیشب از تهران پرواز کرده. دیشب توی هتل خوابیدم و با بهترین شرایط، نه جای بدی، و از این به بعد میخوام اگه قسمت بشه تو چند روز آینده از این مملکتم سفر کنم. تقاضای پناهندگی اینجا کردین؟ نکردم. ولی میخواین بکنین یا میخواین بمونین؟ میخوام جای دیگه بکنم، نزدیکتر به اون مقصدی که دارم. چجوری میخواین اونجا برین؟ بالاخره مسیر پیدا میشه، چیزی که زیاد مسیره الان بین اروپا آزاده. خب شما ویزا ندارین که؟ ویزا نمیخوام، ویزا نباشه غیر قانونی. سهراب میگه از کردهای فعلیه، کردهایی که از عراق به ایران مهاجرت کردن. و تو ایران شرایط هم خوب نبودش. الان فقط به خاطر همین دارم مهاجرت میکنم با این سن و سال. اینجا جلوی دفتر کمک به پناهجویانه که وابسته به سازمان ملله. در داخل ساختمان به ما اجازه فیلمبرداری ندادن، اما بیرون ساختمان هم با پناهجویان ایرانی زیادی برخورد کردیم، از جمله مهران. او 33 سالشه و مدتی در ترکیه در کار پوشاک بود. حالا 1.5 ماهه که در بلگراد در یک موتل زندگی میکنه. میگه منتظر راهیه تا از صربستان فرار کنه و وارد اتحادیه اروپا بشه. مشغول صحبت بودیم که ناگهان پیامی به دستش رسید. میگن که صرافی سرباز که تو ترکیه یه جورایی کمک به این پناهجوها میکرده، مثلا به همین اوکی دادن وقتی رسیدن پولشون رو میدن بهش. الان میگن که اونم گرفتن متاسفانه، یعنی الان تمام پناهجوها که اینجا هم فقط با این شخص کار میکردن. یه نفر بود کریمی، اونو قبلا گرفتن. اینم الان بچه‌ها به من میگن که گرفتنش، یعنی یه جورایی پول همه کسایی که داشتن الان به باد رفته. یعنی همین دوتا صراف بودن فقط؟ تو صربستان انجام میدادن، بله. مهران اینجا کمی راه و چاه یاد گرفته. او برای کسانی که از ایران قصد سفر به صربستان دارن بلیط و هتل تهیه میکنه و 1% هم برای خودش برمیداره. مهران میخواد به من پارکی رو نشون بده که پاتوق مهاجرین و قاچاقبرهاست. در این پارک در نزدیکی ایستگاه مرکزی قطار بلگراد با خیلی از پناهجویان ایرانی و افغان برخورد کردم. هیچ کس راضی نیست که اینجا بمونه، چون همه بلا تکلیفیم. در واقع زمان زندگی ما برامون خیلی مهمه، داره وقتمون میره. منتظر چی هستین دقیقا؟ میخواین چیکار کنین؟ دنبال یه راه حل خوب میگریم، یه مسیر رو پیدا کنیم، حالا با لوکیشن با نقشه، که بتونیم از اینجا خارج بشیم بریم اروپای مرکزی. بالاخره امکاناتش بیشتره، بهتره. کجا میخواین برین اروپا؟ من شخصا یه پسر آزادی خواهم، دنبال یه کشوری میگردم که اون حق و حقوق آزادی شهروندی رو رعایت کنن، شخصی خودم رو رعایت کنن. علی 38 سالشه، میگه در ایران قهوه وارد و تولید میکرده،
به خاطر تحریم ها ورشکست شده و حالا 4 ماهه که در بلگراد در یک کمپ زندگی میکنه. علی امروز برای بدرقه دوستش سعید به این پارک اومده. سعید هم مانند هزاران ایرانی دیگر برای رسیدن به زندگی بهتر با همسر و 2 فرزندش به سربستان اومده. اونها تمام زندگیشون رو در 2 کوله پشتی جا دادن و پس از 2 ماه انتظار قراره که امروز یک قاچاقبر اونها رو به اتحادیه اروپا برسونه. از او پرسیدم چرا ایران را ترک کرد؟ از جمله مشکلات بزرگی که مردم ایران دارن، خب دروغ و دروغ شنیدن و کلاهبرداری و به قول گفتنی سر این کلا بذارن، سر اون کلا بذارن که امورات زندگیشون خب شب تا صبحشون رد بشه. دیگه به فکر آینده نیستن. چجوری بهتون بگم اینقدر سختی هست، مشکلات هست، خب به خاطر اینه که فقط مردم به فکر اینن که آقا امروز ما چجور بگذرونیم. حالا آینده خدا بزرگه. خب به خاطر مشکلاتی که خودم شخصا توی ایران داشتم فردا آینده بچه‌هامو میدیدم دقیقاً. میدونم آقا هیچ انتظاری ندارم از این بچه یا از این دختر به جایی برسه. خب این دلیل باعث شد که دست خانواده رو بگیرم و بیام تو این کشور فعلا آلاخون بالاخون بشم. باز بگم باز خدا رو شکر. سعید بالاخره یک قاچاقبر پیدا کرد و بعد از پرداخت 7500 یورو قراره که این شخص اونها رو از طریق بوسنی به ایتالیا برسونه. امروز بعد از ساعت‌ها انتظار در این پارک اونها را همراه یک خانواده دیگه بردند. خیلی ها اما توانایی پرداخت پول برای قاچاقبر را ندارن. اونها خودشون بارها و بارها تلاش میکنن تا از مرز عبور کنند. به گفته خودشون گیم میزنن. واژه‌ای که همه پناهجویان در سربستان به کار میبرن و من تازه با اون آشنا شدم. گیم زده یعنی چی؟ گیم زده یعنی به طرف جلو رفتن، یعنی به خاطر بازی کردن، مثلا پیاده رفتن، مثلا پیاده رفتن، یعنی قاچاقی رفتن. قاچاقی رفتن با تاکسی رفتن یا با کامیون مثلا. گیم زده اسمشو گذاشتن گیم. شما چند بار گیم زدین؟ من خودم که 4 بار یا 5 بار. خب ولی خب به سمت جلو هم خیلی رفتیم، خیلی هم به موفقیت رسیدیم، ولی خب میگم به خاطر دوربین حرارتی هایی که گذاشتن نمیشه رفت. اصلا هم پلیس کاری نداره. اگه الان ایران بود مطمئنن یا حبس بود یا زندانی بود یا کتک، ولی اینجا اصلا کاری به کار نداره. کجا گرفتنتون؟ مرز کرواسی. خیلی راحت گفتن برگردین از کشور ما بریم بیرون. همین ما هم برگشتیم. هر یک بار حرکت به جلو رو میگن یک گیم زدیم. پلیس میگیره گیم آور میشید. برمیگردید از اول شروع میکنید. شما هنوز گیم ادامه داره بس؟ نه دیگه، من هنوز گیم نزدم، از تجربیات و دوستان دارم استفاده میکنم. همین. تا حالا گیم نزدم، نشستیم اینجا داریم فقط زندگی. من انشالله خدا بخواد دیگه میرم. جدی؟ آره انشالله. چجوری؟ چجوری که خب میگم گیم تاکسی هم هست، کامیون هم هست، ولی خب من دیگه با کامیون مثلا میتونم برم، مشکلی نداره. یعنی چی؟ یعنی یه کامیونو ران کامیونو میشناسین؟ آره میشناسیم. بعد مثلا پول بهش میدین بعد میگین میریم؟ آره. هم توی بارش میشه رفت، هم میتونی که مثلا جلو باشه، فرق نمیکنه. وقتی که خود راننده خبردار باشه مشکلی نداره، میتونی بشینی ببرت. کجا ما میرین؟ اتریش میبرن، ایتالیا، آلمان. آمار دقیق و رسمی وجود نداره که بعد از برداشتن روادید برای ایرانیان چند هزار مسافر به سربستان اومده. به دفتر اینفو پارک میرم، دفتری که 3 سال پیش هنگام بحران پناهجویی شکل گرفت. این دفتر در مرکز بلگراد قرار داره و از طریق سازمان ملل و اهدای پول از طریق اشخاص خصوصی تامین میشه. هدفش کمک به پناهجویانی که تازه رسیدن، مثل این گروه پناهجویان افغان که 2 روز از مقدونیه تا سربستان پیاده در راه بودن. استوان تاتالوویچ مدیر این دفتره. استفان میگه طبق تخمین‌ها در 6 ماه گذشته بیش از 6000 مهاجر ایرانی به سربستان پرواز کردند. We don't know how many people from that number actually leave the country and continue their journey. ما نمی‌دونیم که از این تعداد چند نفرشون سربستان رو ترک کردند و به سفرشون ادامه دادند. ما می‌دونیم که حدود 500 نفر در کمپ‌های رسمی اسکان داده شدند. تعدادی هم در اماکن خصوصی، هتل‌ها و هاستل‌ها موندند. themselves a way to stay in Belgrade as long as they need. اما اکثر اونها رفتند و از مرز بوسنی عبور کردند.
حالا اونها اونجا منتظر موندن تا راهی برای ادامه سفرشون پیدا کنن. شما هم یه نظرسنجی انجام دادین تا بفهمین چرا ایرانیا به صربستان میان. دلیلش چیه؟ اکثرا گفتن به خاطر شرایط ایران اومدن. این چیزیه که به ما گفتن. عده‌ای گفتن مشکل سیاسی داشتند، عده‌ای هم دگر باش هستند و بعضی ها هم گفتن به خاطر دین اسلام مشکل عقیدتی داشتند. میخوام در مورد شرایط پناهجویان در صربستان بیشتر اطلاعات کسب کنم. به همین خاطر با کمیساریای پناهجویان و مهاجرین این کشور تماس گرفتم و قرار ملاقات گذاشتم. سوتلانا پالیچ سخنگوی این کمیساری است. از او در مورد تعداد پناهجویان در 18 کمپ رسمی صربستان پرسیدم. در حال حاضر ما حدود 3000 مهاجر در کمپ‌های خود اسکان داده‌ایم. اکثراً از افغانستان و پاکستان میان. حدود 500 نفر هم ایرانی هستند. روند پناهندگی اصلا در صربستان به چه گونه است؟ ما الان قانون جدیدی داریم که روند پناهندگی رو تسریع میکنه. اما دریافت پناهندگی اینجا به این سادگی ها نیست. آیا فکر میکنید به خاطر افزایش تعداد مهاجران ایرانی که به این کشور پرواز میکنن با بحران جدیدی روبرو هستیم؟ مشکل بزرگی نیست چون شرایطش رو در کمپ ها داریم. درسته تعداد ایرانی هایی که در چند ماه اخیر آمدند افزایش یافته، اما اونقدر زیاد هم نیست که بگیم مشکل ایجاد شده. به جنوب صربستان سفر می کنم تا با کمپ پرشیوو آشنا بشم. از پناهجویان این کمپ ویدیوهای مختلفی به دست من رسیده و آنها از شرایط بد اونجا شاکی هستند. پریشوو روستای کوچک در نزدیکی مرز مقدونی است. 35,000 نفر جمعیت دارد. کمپ پناهجویان پریشوو تنها کمپ صربستانه که کمپی بسته است. ساکنین اون باید برای خروج اجازه بگیرند. رئیس کمپ گورانه میگه در حال حاضر 140 پناهجو اینجا اسکان داده شدن که اکثرا ایرانی هن. اونها سه وعده غذا دریافت میکنن و همچنین لباس و اجناس مورد نیازشون. چیزی طول نمیکشه که ساکنین کمپ پیش ما میان تا ما رو با مشکلاتشون آشنا کنن. از 10 روز پیش آب مشکی بود، حسن کلن لجن میامد و بوی بدی داشت و بعد گفتن که پمپ اینجا خراب شده و پمپ نداریم و بعد از آلمان بیاد و سن سری اتفاق افتاده، حتی بعضا 3 ماه یا بیشتر از این ما آب نداشتیم. الان آبمون دیگه تبدیل به آب سفید شده. یعنی این آب آشامیدنیه؟ متاسفانه. شما اون تابلوی اونجا هم که نگاه کنید فلش زده که اینجا آب آشامیدنیه و این آب الان شما نگاه کنید سفیده اصلا. یعنی انقدر، یعنی به این زور اینو به این صورت انگار شیر میخورید. بو هم میده یا؟ بله میتونید بو کنید. بو کلور میده؟ بیشتر. چون خیلی بوی بدی میداد و اکثرا مریض شدن. و آب که باید خورد چی کار میکنی؟ حالا باز زحمت کشیدن که یه تعدادی از این آب معدنی ها دادن، اما خب نمیشه که حمام برید، نمیشه پخت و بز. این آب ها خب برخر به اون اندازه نمیرسه اکثرا. مقدار شرایط سختی رو ما داریم، اما باز خدا رو شکر که همین هم هست. یک پناهنده
این شرایط رو داره. این بچه ایران وضعیت بهتری داشت تا اینجا. الان از لحاظ لباسش میگیم لباس، میگن نداریم برای بچه. میگیم دمپایی، میگه نداریم. میگیم بهداشت، میگه نداریم. بچه از موقعی که اومد اینجا تو این 5 ماه 10 کیلو لاغر شده. خب سوال دقیقا اینجاست که شما چه انتظاری داشتین از سربستان؟ چه شنیده بودین؟ انتظار داشتیم که حداقل ما رو حمایت کنه، پشتیبانمون باشه، حامیمون باشه، نه اینکه بدتر از ایران به سرمون بیاره. سمیه اهل کرجه و با شوهرش و 3 فرزندش در این کمپ منتظر اینه که قانونی بتونه وارد اتحادیه اروپا بشه. اما لیست های انتظار پرن و تا نوبتشون بشه بیش از 1 سال طول میکشه. چون مجارستان همسایه سربستان فقط روزی 2 پناهجو میگیره. او از مشکلات بهداشتی کمپ شدیداً شاکیه. این از وضعیت دوششه، این از وضعیت وانشه، این از وضعیت شیراز. آب 2 ساعت در طول روز 2 ساعت آب گرم میشه، اونم همه حمله میکنن از هر قشری که دیگه اصلا وقت به بچه و اینا نمیرسه. من چجوری میتونم یه بچه 4 ساله رو 5 ساله رو بیارم اینجا همون بکنه؟ چه برسه دیگه به مردمون؟ اصلا نگاه کن، وقتی بچه‌مو میارم اینجا، ببین الان داره میگه مامان مامان بیا بریم. چرا؟ چون میترسه. رسیدگیشو زیر صفره. اتاق سرده، شبا بچه نمیدونه نگاه کنید. این مگس، یعنی دائما تو مگس و سوسک و مورچه داریم زندگی میکنیم. بچه من 5 سالشه، به یام میدی اومده اینجا. فقط اومدیم برای زندگی بهتر، یه زندگی خوب. اما اینجا هیچ زندگی خوبی نیست. من اسمش اینه اومدم اینجا فقط زندگیمو بسازم، چون تو ایران واقعا عذاب کشیدم، سختی کشیدم. اگه قرار باشه اینجا هم سختی رو کشم، عذاب بکشم فایده نداره. آیا پشیمون شدین؟ پشیمون نشدم، ولی اومدم که یه زندگی خوب بر خودم درست کنم. فقط از مسئولین خواهش میکنم به فکرمون باشه. نمیتونم برم جلو، نمیتونم به قول معروف اسمش چیه گیم بزنم تو جنگل با 3 تا بچه برم جون بچه‌هامو به خطر بندازم. نه پولی دارم که بخوام برگردم. اقل همه چی من فروختم اومد. با گوران رئیس کمپ در مورد انتقادها صحبت کردم. میگه که ما آنچه که در توانمون هست انجام میدیم، اما نظافت کمپ با خود پناهجویانه. مشکلات کمپ پرشوو اما ظاهراً اونقدر ساکنینش رو زیر فشار قرار داده که حتی بعضی ها اقدام به خودکشی کردن، مثل علی. الان هر شب اگر اینقدر قرص بهش ندن بخوره روزگارش نمیگذره. برای قرص دادن نمیتونم درست صحبت کنم. من به خاطر اینکه از ایران خارج شدم، گوشواره داشتم تو گوشم، خواستن گوشم بخورن. سر خالکوبی هم انقدر کتای خوردم این بسیجی ها، این نظامی ها. حالم نیه به هم میخوره از همهشون. به خاطر اینا زدم بیرون از ایران. من چرا اقدام به خودکشی کردی؟ خسته شدم من دیگه. من چند بار مثلا رفته بودم تو راه، مثلا گرفته بودم مامورا دوباره برمیگردون بودم، چون راه نیست بریم، بعد قاچاقی بریم، میریم پولمونو میخورن، یا میریم تو راه میرسیم مأمور میگیره برمون میگردونه. دیگه خسته شده بودم. زیلان 14 سالشه و کرد ایرانه. با مادر و برادر بزرگترش به سربستان اومده. حالا برادرش به گفته خودش گیم زده و به بوسنی رفته. او بسیار نگرانه. این اتاق شماست؟ بله، این اتاق منه. میتونیم تو؟ بفرمایید. برادرم تحت فشار قرار گرفت و رفت گیم. داشتیم دیوونه میشدیم، خودمونو میکشتیم که نره. ولی میگفت من نمیتونم، 21 سالم، 22 سالم، سختی کشیدم اومدم اینجا، دارن اینجوری به تحت فشارم گذاشتن. اینجا محل زندگی نیست برای ما. ما بعد از 14-15 سال، من خودم میگم، اومدم اینجا با 1000 تا امید و آرزو، این اتاق به من دادن، این خرابه رو. اصلا این مهم نیست، من میتونم تو این زندگی کنم، ولی بگن 1 سال اینجا بمون بعد برو. ولی ما رو دارن دست، چجوری بگم، ما رو دست میندازن، هیچی به ما نمیگن. شما با چه امیدی اومدین اینجا؟ با امید این اومدم برم اونور یه زندگی درست برای خودم بسازم. چرا تو ایران چطور بود زندگی تو؟ تو ایران زندگیم خیلی درست نبود، پدر نداشتم. اگه پدر درستی داشتم الان تو ایران بودم.
خب ولی الان اومدم اینجا باید بهشون بگم پلیز پلیز بهم کش بدید. ولی اینجوریه، پاهم نگاه کن، این پاهمه، ولی نگاه کن اینه، اینم از یه خانواده کرد از اینجا رفتن بهم دادن این کفشا رو. خب اینم مگه نه از این باری نیست که به ما وسایل بدن؟ اینا یه جوری نیستن به ما وسایل بدن، هیچی به ما نمیدن، هیچی، راهی هم در ما قرار نمیدن بریم، مزارم باز نمیکنن. برادرم وقتی از اینجا رفت ما خودمون رو کشتیم، ولی ننشد، گفت من میرم. با اینکه سالهاست تمرکز کارم پناهجویان و مشکلاتشان شده، اما بازدید از کمپ پریچوو افکارم رو پریشان کرد، به خصوص هنگامی که با سرنوشت افرادی برخورد کردم که کاملا دید و تصور دیگری از مهاجرت داشتند. پناهجویان، جایی که خیلی ها تازه رسیدن و هنوز امیدوارند، مانند افشین 32 ساله. من الان یه ساعت رسیدم، الان هدفم اینه که برسم به آلمان و اینکه دنبال الان قاچاقبری هستم که بتونه منو برسونه به آلمان. قاچاقبر از کجا پیدا میکنی؟ اینجا زیاده، خیلی زیاده، چیزی که داخل سربستان پره قاچاقبره، قاچاقبرای زیادی هستن. بعد من شنیدم قیمت ها بین 4 تا 7000 یورو، درسته؟ 4 تا 7000، بعضی 10000 یورو، بعضی 10000 یورو. بعد چجوری این پولو پرداخت میکنی؟ خیلی ها که مثلا در حین مسیر میگیرن، خیلی ها پولو میذارن پیش نفر مطمئن و وقتی که رسیدن اون پولو آزاد میکنن، لوکیشنشون رو میفرستن پولو آزاد میکنن. چرا شما این مسیر رو انتخاب کردین، این راه رو انتخاب کردین؟ ببین وقتی تحت تعقیب باشی، نمیخوام حرف بزنم که آی من تحت تعقیبم یا از این حرفای علکی، وقتی که فشار بهت از همه طرف بیاد تحت تعقیب باشی چاره ای نداری، میگی یا میرم میرسم یا میمیرم، یعنی جز این دوتا راه راه دیگه ای نیست. منم مجبورن این راه رو انتخاب کردم، کما این که بماند چقدر طول کشیده مثلا تا پول جور کنم، تا کارامو اوکی کنم بیام اینجا و از سربستان حرکت کنم برم. و الان میخوام این آلمان انشالله. چرا آلمان؟ به خاطر اینکه دوستام اونجا هستن، وضعیتی که به پناهجوها رسیدگی میشه اونجا بهتر از کشورهای دیگه هستن. همینطور که با افشین حرف می‌زدیم، جوان پریشان دیگری نظرمو جلب کرد. سعید، 25 ساله، اهل اهواز. 20 روزی که الان اینجا هستی، منتظر چی هستی؟ منتظرم یه راهی پیدا بکنم بتونم برم دیگه. و متاسفانه اون صرافایی که پول ما خوابوندیم، الان امروز خبر رسیده که گرفتنشون. موندیم دیگه چیکار بکنیم؟ صراف در ایران؟ بله. چقدر پول اونجا بود؟ 3000 تا. یعنی الان پول رفت. معلوم نیست، اگه گرفتنش که پول رفته دیگه، موندیم همه جوری. بعد از اون ور خانومتون اینا هم اونجا هستن در اهواز یا؟ بله بله، اهواز هم. بعد حالا چی میشه؟ الان کجا زندگی میکنین اصلا؟ من والا امشب که تو پارک میخوابم، بعد اگرم پولم رفت که دیگه مجبورم خودم بزنم زمینی برم دیگه تا آلمان، رای نیست. یعنی به هر حال شما میخوایین آلمان؟ رای دیگه ندارم. چرا آلمان؟ خب که کشوری باشه که بتونه حمایتمون بکنه، کار بتونیم، کار توش باشه، بتونیم زندگی بکنیم. واقعا تو این چند سال فقط آوارگی بوده، هیچ چیزی ما تجربه نکردیم، هیچ لذتی از زندگی. بعد میدونین این رو یا شنیدین که آلمان حمایت میکنه و اینا؟ چون کسانی که آلمان هستن خیلی ناراضی هستن. به نظر من ناشکریه کسی که اونجاست، وقتی کشوری که توش کار هست، خدمات هست، خب مسلماً
آدم تلاش بکنه میتونه پیشرفت بکنه. اما هستن عده‌ای هم که تلاش کردن تا پیشرفت کنن اما ناموفق موندن و حالا دارن دوباره به ایران برمیگردن، مثل بهنام از کرج. شما یک ماهی که الان سربستان هستین و الان ساکارو بستین دوباره برگردین ایران، بلیت پرواز هم گرفتین، چرا؟ خب نمیشه اینجا رفت به سمت آلمان دیگه، راه همه بسته است، هرچی تلاش کردیم نتونستیم بریم. چند تا مرز رفتیم گرفتم برامون گردوندن نذاشتم بریم. الان ایرانم حتی ما نمیتونم برامون پول بفرستن اینجا، پولامون هم ته کشید، مجبوریم برگردیم بریم. خب چه تصوری داشتین از اینجا و سربستان؟ خیال میکنم اینجا چجوریه؟ خیال میکنم خوبه، به این راحتی میشه رفت آلمان، ولی متاسفانه اینجوری نیست، خیلی سخته رفتن اینجا. مهران خودش رو به اسلوونی رسوند اما دستگیر شد. حالا در شهر کوچکی در مرز بوسنی منتظر تا بار دیگه هم گیم بزنه. عده‌ای از مهاجرینی که با اونو صحبت کردم به آلمان رسیدن. سعید و خانواده هنوز به ایتالیا نرسیدن و در پایتخت بوسنی منتظر پیام قاچاق برشون هستن تا اونها رو به ایتالیا ببره. بیش از 6 ماهه که مهاجرین ایرانی برای یافتن زندگی بهتر به سربستان سفر میکنن تا از طریق این کشور وارد اتحادیه اروپا بشن. اکثرا پلهای پشت سر رو خراب میکنن و بعضی ها هم با تصورات غلط مهاجرت میکنن. آنها جون خودشون و خانوادهشون رو به خطر میندازن و مخارج هنگفتی پرداخت میکنن. همه این مشکلات رو اما به جون میخرن تا بلکه به گفته خودشون به رفاه، آزادی و مهمتر از همه امید به زندگی بهتر برسن.